کاملا مشخصه که هواوی پی 50 پاکت رو ساخته ده با خانواده گلکسی زد فولد و زد فلیپ سامسونگ، یه جورایی رقابت کنه و پاسخ بده. این دوتا موبایل با طراحی تاشاشون شباهت خیلی زیادی به همدیگه دارن و رقابتی هم که بینشون شکل گرفته یادآور چند سال پیشیه که سامسونگ و هواوی برای تصاحب تاج پادشاهی قلمروی موبایل های اندرویدی به جون همدیگه افتاده بودن. البته شرایط الان با چند سال پیش خیلی فرق کرده. به خاطر تحریم های دولت آمریکا محصولات هواوی حالا با مشکلات بزرگی روبرو شدن و عملا برای مخاطبای غربی یه جورایی به درد نخور به حساب میان. عدم پشتیبانی از اپلیکیشن هایی که گوگل یا خیلی دیگر شرکت های بزرگ آمریکایی ساختن و همینطور عدم امکان تجهیز موبایل ها به مودم 5G باعث شده که مشتری ها تا جای ممکن از موبایل های هواوی دوری کنن و سراغ گزینه هایی برن که سردردهای عجیب و غریبی براشون درست نمی کنه. در هر صورت اما پی 50 پاکت دستگاهی منحصر به فرده و با فرم فکتوری از راه میرسه که تجربه کار با موبایل های هوشمند رو واقعا جذاب میکنه. از طرف دیگه مثل همه موبایل های پرچمداری که هواوی تا حالا ساخته، کیفیت نمایشگر و دوربین در بالاترین حالت ممکنه و اینطوری نیست که دستگاهی صرفا لوکس در واقع دستمون رسیده باشه. من شهرروز چرکچی هم و ازتون میخوام که این ویدیو رو تا انتها تماشا کنین تا هر چیزی که لازمه راجع به موبایل تاشو هواوی پی 50 پاکت بدونین رو بهتون بگم. هواوی موبایلی ساخته که شاید مشتری‌ها واسه خریدش صف نکشن، اما در هر صورت ارزش توجه رو داره و میتونه یه قشر خاص و محدود رو کاملا راضی کنه. از این بابت میگم یه قشر خاص که مدل پایه موبایل با قیمت حدوداً 1600 دلاری عرضه میشه و اگه بخواید مدل 512 گیگابایتی با رم 12 رو بخرین باید حدود 2000 دلار هزینه کنین. این یعنی هواوی موبایلی واقعا گران قیمت ساخته که باعث میشه که نواقصش حتی بیشتر از قبل و بیشتر از همیشه هم به چشم میان و توی ذوق بزنن. قطعا اصلی ترین چیزی که این دستگاه رو از هر محصول دیگه‌ای توی بازار متمایز میکنه فرم فاکتورشه. وقتی این دستگاه رو تا میکنین و توی جیبتون میذارین فضای خیلی خیلی کمی اشغال میکنه، اما بعد میتونین از جیب درش بیارین و بازش کنین تا با یه نمایشگر واقعا بزرگ 6.9 اینچی طرف بشین که مثل یه موبایل عادی، یا بهتره بگم مثل یه فبلت عادی، در واقع براتون قابل استفاده است. حس دستگاه موقع باز و بسته شدن واقعا رضایت بخشه، خصوصا اون اوایلی که موبایل رسیده دستتون و طبیعتا باید منتظر موجی از حس نوستالژی باشین که دوران موبایل های ساده و تاشویی که بعد از ظهور آیفون واسه همیشه فراموش شدن رو یادآوری میکنه. خیلی از نکاتی که از یه موبایل تاشوی درست و درمون انتظار داریم رو میشه توی پی 50 پاکت هواوی پیدا کرد. دو بخش نمایشگر خیلی خوب و تخت کنار هم دیگه قرار میگیرن و اون برآمدگی کوچیک وسط دستگاه که به خاطر لولای بین نمایشگرهاست هیچ وقت اونقدر برجسته ظاهر نمیشه که احساس بدی بهتون بده یا به هر نحوی به کارایی دستگاه بخواد آسیب بزنه. اما یکی از ناامید کننده ترین نکات راجع به این موبایل ابعاد نمایشگر بیرونیشه. در واقع این نمایشگر بیرونی انقدر کوچیکه که نهایتاً بتونین یکی دو تا کارکرد براش تعریف کنین. مثلا میشه ازش برای نمایش پیشبینی‌های آب و هوا یا دیدن نوتیفیکیشن‌ها استفاده کرد. اما برای هر تعامل بزرگتر و جدی‌تری لازمه که دستگاه رو در واقع از حالت تاشو درش بیارین و سراغ نمایشگر بزرگتر برین که خب این خودش هم باعث میشه که دستگاه به مراتب بیشتر از مدل‌های سامسونگ باز و بسته شه. بنابراین حداقل از این نظر موبایل هواوی نتونسته به اندازه مثلا موتورولا ریزر یا گلکسی زد فلیپ 3 سامسونگ کاربردی از آب در بیاد. وقتی دستگاه رو از حالت تاشو خارج میکنین یه موبایل خیلی عالی توی دستتون قرار میگیره که ابعاد کلی دوتا نمایشگر داخلیش به 6.9 اینچ میرسه و نسبت ابعاد تصویرم رقم نامتعارف 21 به 9 که قبلا توی یه سری موبایل های معدود مثلا ایکسپریا 1 مارک 3 سونی دیده بودیم. البته با اینکه این نسبت ابعاد برای موبایل های هوشمند نامتعارفه، اما یه گزینه عالی برای تماشای محتوایی مثلا فیلم ها و سریال هاست که در واقع برای نمایشگرهای فرمت عریض ساخته میشن. حالا بذارین این رو هم اضافه کنم که طویل تر بودن نمایشگر نسبت به نمایشگرهایی که بهشون عادت داریم باعث شده که تجربه درگیر کننده تری از بازی ها هم گیرتون بیاد، به خصوص توی بازی های رقابتی و اول شخص که هرچی نمایشگرتون عریض تر باشه میدان دید بزرگتری هم دارین و عملا از مزیتی برخوردار میشین که خیلی دیگه از بازیکن ها ازش محرومن. خبر خوب این که چه در حال تماشای ویدیو باشین
و چه بازی مورد علاقتون، برآمدگی کوچیکی که وسط نمایشگر تاشو قرار داره به هیچ عنوان دیده نمیشه، یا بهتره بگم خیلی به زحمت دیده میشه و هیچ وقت نه حواستون رو پرت میکنه و نه حتی یه ذره ممکنه که ذهنتون رو آزار بده. هواوی از پنل نمایشگر خیلی شفافی هم استفاده کرده که از نوع اولده و رزولوشن 1188 در 2790 پیکسل رو نمایش میده. از طرف دیگه از نرخ تازه سازی یا همون رفرش ریت 120 هرتز هم پشتیبانی میشه تا هم بتونین بازی‌ها رو با فریم بالاتری اجرا کنین و هم تجربه بصری جذابتری از اسکرول کردن توی اپلیکیشن‌های مختلف به دست بیارین. بنابراین نمایشگر تاشو داخلی پی 50 پاکت صرفاً یه پنل لوکس و نوظهور نیست و دقیقاً همون مشخصاتی رو داره که انتظار داریم توی بهترین پرچم‌دارای تخت و غیر تاشوی بازار ببینیم، فقط با این فرق که این یکی رو میشه تاش هم کرد. وقتی صحبت از دوربین باشه، یه سیستم دوربین سگانه رو میشه روی کاور پشتی دستگاه پیدا کرد که از دو تا سنسور عریض 40 و 32 مگاپیکسلی تشکیل شده و اون یکی سنسور هم یه لنز فوق عریض 13 مگاپیکسلیه. چیزی که میتونم بگم اینه که به عنوان یه دستگاه تاشو معمولا از کیفیت تصاویری که ثبت میکردم راضی بودم. در واقع بهترین توصیفی که میشه از دوربین دستگاه کرد قابل قبول رو به خوبه. تصاویر جزئیات نسبتا زیادی دارن اما زیاد از طرف سخت افزار دستگاه پردازش نمیشن. از طرف دیگه رنگ ها شادابی و غنای خوبی دارن اما معمولا طبیعی باقی میمونن و برای همین گاهی ممکنه که بیروح به نظر برسن. اگه سراغ سنسور فوق عریض دستگاه برین میتونین جزئیات و سوژه های بیشتری رو توی قاب تصویر جا بدین و جالب این که کیفیت نهایی هم تقریبا یکسان با تصاویر عریض معمولی باقی میمونه. دسترسی به این سطح از انعطاف‌پذیری واقعا اتفاق خوبیه و باعث میشه که دستتون توی سناریوهای مختلف باز باشه. اما در این حال این رو هم در نظر بگیرین که تصاویر فوق عریض معمولا دچار یه مقداری اعوجاج هم میشن، خصوصا توی بخشای لبه فریم. تو موبایل تاشو هواوی خبری از لنزهای تلفوتو یا زوم اپتیکال نیست و بنابراین باید با زوم دیجیتال دستگاه که در بیشترین حالت 5 برابر زوم میکنه کنار بیاین. طبیعتاً هرچی زوم رو بالاتر ببرین جزئیات تصویرم بیشتر از بین میرن. تست‌های من نشون دادن که زوم دیجیتال 2 برابر احتمالاً بهترین گزینه باشه که باید برین سراغش. با اینکه عکسایی که تا 2 برابر زوم شدن کاملاً بی‌نقص نیستن اما کیفیت قابل قبولی ارائه میکنن و میشه به دوربین این دستگاه به عنوان جایگزینی برای زوم اپتیکال واقعی هم نگاه کرد. به صورت مشابه دوربین سلفی 10.7 مگاپیکسلی دستگاه هم عکسای نسبتاً خوبی ثبت میکنه. اما یه اتفاق جالب که کاملاً به فرم فاکتور تاشو پی 50 پاکت مربوط میشه اینه که میتونین دستگاه رو به صورت 90 درجه تا کنین و روی هر سطح صافی قرار بدین. اینجوری میشه دوربین رو واسه گرفتن عکس سلفی زمان بندی کرد و دیگه لازم نیست که دستتون رو دراز کنین تا خوب توی کادر تصویر جا بشین. پی 50 پاکت هواوی به چیپست اسنپدراگون 888 کوالکام مجهز شده که در واقع چیپست پرچم‌دار این شرکت واسه سال 2021. اما منظورم این نیست که با پردازنده ضعیفی روبرویم و اسنپدراگون 888 هم همونطوری که میدونین هنوزم یکی از بهترین سخت افزارهایی که میشه توی موبایل های هوشمند پیدا کرد. با این پردازنده دستگاه میتونه تمام نیازهای شما رو توی کسری از ثانیه برطرف کنه و چه موقع اسکرول کردن توی اپلیکیشن های مختلف و چه سویچ کردن بین اپلیکیشن ها هیچ تاخیر یا لگی به چشمتون نمیاد. پرفورمنس دستگاه موقع گیمینگ هم به همین اندازه خوبه. گرافیک بازی‌ها به شکلی فوق‌العاده رندر میشه و توی تمام بازی‌ها چه قدیمی و چه جدید، چه بزرگ و چه کوچیک، نرخ فریم بالایی گیرتون میاد که تجربه بصری رو حسابی روون و دلچسب می‌کنه. اگه جزئیات فنی واسهتون خیلی مهمه، باید اینو بهتون بگم که دستگاه رو با اپلیکیشن بنچمارک گیک‌بنچ 5 هم تست کردم و نتایج جالبی گیرم اومد. امتیازهای دستگاه توی بنچمارک‌های تک هسته‌ای و چند هسته‌ای نشون میده که عملکردی کاملاً برابر با موبایل‌های ZTE C5G و ویوو V23 پرو داره و با اختلاف کمی هم پشت سر گلکسی زد فلیپ 3 قرار میگیره. اما یه مشکل مهم نسبت به خیلی از موبایل های چند سال اخیر این حقیقته که توی پی 50 پاکت خبری از مودم 5G نیست و واسه همین باید به همون تکنولوژی قدیمی تر 4G بسنده کرد. این مسئله به خودی خود مشکلی نداره و نبوده 5G هم شاید قرار نیست که حداقل واسه مشتریای ایرانی خیلی دردسر ساز باشه. اما وقتی برچسب قیمت دستگاه رو نگاه می‌کنیم احساس خوبی از این پیدا نمی‌کنیم که آخر سر قرار نیست یه مودم 5G هم گیرمون بیاد که شاید روزی روزگاری بشه ازش
استفاده کرد. از این نگران کننده تر هم عدم دسترسی به سرویس های موبایل گوگله. همونطوری که قبلتر هم گفتم، دولت آمریکا از سال 2019 تحریم های علیه هواوی تنظیم کرده که باعث میشن این شرکت چینی نتونه از نرم افزار اندروید یا اپلیکیشن هایی که به هر نحوی به گوگل مربوط میشن توی موبایل هاش استفاده کنه. اما موضوع فقط به اپلیکیشن های گوگل محدود نیست و اپلیکیشن های دیگه ای مثل اینستاگرام یا اسپاتیفای یا نتفلیکس رو هم در بر میگیره. بنابراین دو راه بیشتر پیش روتون نیست، یا کلا باید به فروشگاه اپ گالری هواوی سوئیچ کنین و جای اپلیکیشن های گوگل از همتاهای هواوی ایش استفاده کنین، یا اینکه سراغ ترفندهای محیرالعقول برین و مثلا بخش اعظمی از سرویس های مورد نظرتون توی مرورگر باز کنین. هواوی تمام تلاشش رو کرده که شرایط رو تلطیف کنه و یه سری راهکار به مشتریاش در واقع ارائه بده. مثلا وقتی توی اپ گالری اسپاتیفای یا نتفلیکس رو سرچ میکنین، به یه صفحه دیگه ریدایرکت میشه که اجازه میده اپلیکیشن رو به صورت مستقیم از یه منبع دیگه دانلود کنین. از یه طرف این دسترسی آسون به اپلیکیشن های تحریم شده باعث خوشحالیه، ولی از طرف دیگه وقتی مجبور میشین اپلیکیشن ها رو از منابع مجهول الهویه دانلود کنین، اونقدر حس خوبی بهتون دست نمیده و حتی ممکنه که نگران حریم شخصیتون یا امنیت دستگاه هم بشین. از اینا که بگذاریم، دستگاه به باتری 4000 میلی آمپر ساعتی مجهز شده که بازم در قیاس با خیلی از موبایل هایی که هم قیمتش هستن اونقدر زیاد محسوب نمیشه. بعد از یه ساعت تماشای ویدئوی یوتیوبی 8% از شارژ دستگاه کم شد و بعد از یک ساعت آهنگوش دادن با هدفون بلوتوث هم 4% دیگه. این عدد و رقم ها اونقدر عجیب و غریب نیستن، اما حداقل توی بازه نرمال مصرف باتری که به دیدنش توی موبایل های مختلف عادت کردیم قرار می گیرن. اما اینم در نظر داشته باشین که شرایط موقع بازی کردن یه ذره عوض میشه. با اینکه تجربه بازی ها روی پی 50 پاکت واقعا لذت بخشه، اما بعد از یه ساعت گیمینگ 14% از شارژ باتری کم شده بود. بنابراین میشه گفت که توی مصارف روزمره و عادیتون از استفاده گیمینگ جای اونقدر زیادی نمیتونه داشته باشه و فقط زمانی باید مشغول به گیمینگ طولانی مدت بشین که یه شارژر دم دست داشته باشین. در نهایت باید دوباره اینو بگم که هواوی پی 50 پاکت واسه قشر واقعا خاصی از مخاطبا ساخته شده و به هیچ وجه موبایل عامه پسند نیست. اگه طرفدار موبایلای تاشو اینو توی این چند سال دلتون می‌خواسته یکی از این دیوایس‌ها رو واسه خودتون بخرین، هواوی پی 50 پاکت یکی از تکامل یافته ترین گزینه های توی بازاره. ضمناً از کیفیت نمایشگر و دوربین هم حسابی کیف میکنین. اما در نبود سرویس های گوگل و مودم 5G، پیشنهاد کردن دستگاه به هر کس دیگه ای واقعا سخت میشه، خصوصا که قیمت دستگاه هم واقعا بالاست. در این حال اگه بخوام واقعا منصف باشم، این دستگاهیه که به خوبی توی فرم فاکتور تاشو نشسته و با اینکه میشد از نمایشگر بیرونی بهتر استفاده کرد، اما هر چیز دیگه ای نزدیک به بی‌نقصه. اگه پولشو دارین و اهمیتی به اپلیکیشن های گوگل و دردسرای مشابهش نمیدین، چندان لازم نیست که نسبت به خرید این دستگاه خوشگل دودل باشین.